امروز شنبه تبریک شنیده سه نامزد وزیر دیگر به ولسی جرگه برای معرفی برنامه های کاری خود رفتند. فرید مومن نامزد وزارت تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل نامزد وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین و سلامت عظیمی نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر برنامه ها را به ولسی جرگه معرفی کردند. این در حالی است که ولسی جرگه مدارک 12 نامزد وزیر را عاری از مشکل خوانده است. برای شرح بیشتر این پروسه از محترم آقای زکریا خان زکریا عضو ولسی جرگه دعوت به عمل آورده ایم تا جزئیات این تحولات را تقدیمتان کنند. آقای زکریا با سلام بر شما، ممنون از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. مهمترین موضوع مطرح در عرصه کابینه خالی ماندن باز هم پست نامزدی وزارت دفاع است. نقش ولسی جرگه در فشار بر حکومت برای ارائه این نامزد وزیر به شکل هرچه سریعتر تا چه حد میتونه مؤثر واقع شود در پر شدن این پست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تشکر از شما. بقیده من هر وزارت اهمیت خود داره. بله. نگرانی مردم افغانستان در قبال نبود وزرا یکسان است و وزارت دفاع هم اهمیت بسیار زیاد داره، چون وضع امنیتی افغانستان نگران کننده است. اما از جایی که سرقومندان اعلای قوای مسلح افغانستان رئیس جمهور است و در وزارت دفاع افغانستان نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها سیستم کاری خوب ایجاد شده، البته که کشورهای خارجی و آمریکایی‌ها در ساختن 332 هزار عسکر افغانستان سیستم سازی کردند. اما با از همه چیزا بازم ضرورت وزیر احساس میشه و پارلمان افغانستان ولسی جرگه فشار جدی خواهد وارد کرد که هرچی زودتر رئیس جمهور وزیر دفاع را معرفی کنه. ما 6-7 روز قبل با وزیر دفاع نشستی داشتیم. بله. و وکلایی که با هم یک جا رفته بودیم از وزیر هم همگی یکسان خواستیم که وزیر دفاع معرفی شود. ایشان گفتن تا 2-3 روز دیگه معرفی میشه و آنچنان هم شد که آقای افضل لودین معرفی کرد. مشکلات هم داخل پارلمان بود بر علیه ازو و هم اختلافاتی که بین دو فرد دولت مدار تراز اول، رئیس جمهور و رئیس شورای اجرایه، سبب شد که استعفا بده. بله. خب امروز برنامه کاری سه نامزد وزیر زن شنیده شد. فکر میکنین که اونا موفق به اخذ رأی اعتماد شون و فکر میکنین ولسی جرگه در کل این بار رویه متفاوتی را روی دست خواهد گرفت و خواستای قصر ریاست جمهوری را با رأی اعتماد به نامزد وزرا برآورده خواهد ساخت؟ بقیده من خاص قصر ریاست جمهوری مسئله جداگانه است، اما ای سه خانم کاندید وزیر شخصیت های توانا و برنامه کاریشان قناعت بخش بود و خود من خیلی مثبت‌گرا هستم. امیدوار هستم که ایسه کاندید وزیری که برنامه خود در تالار ولسی جرگه بیان کردن به اکثریت اعضا قابل قبول بود و شخصیت های مناسب برای پوستا بودن و امیدوار هستم که دیگه کسایی که کاندید شده اونا هم شخصیت های خوبی هستن، این بار بتانیم کابینه افغانستان تکمیل کنیم و برخورد ما به خاطر مردم افغانستان و نگرانی های مردم افغانستان واقع بینانه و دور از فشار و تعصب باشه. خب باز هم مشکلات بیان شده که در عرصه مدارک نامزد وزیران وجود داره، یا باز هم روی مدارک تحصیلی و تابعیت دوگانه است، یا که موضوعات دیگه در بررسی مدارک این نامزد وزیران مطرح شده؟ ما جز از کمیسیون هستم که اسناد بررسی میکنیم، مثلا در قسمت ارزیابی کسانی که دو تابعیت دارند. بله. آنچنان مشکل جدی دیده نمیشه از لحاظ مدارک تحصیلی، مدارک اکثرشان قابل تایید است و باز پرسش های از وزارت تحصیلات عالی شده که باید اونا برای ما به عنوان مرجع مسئول تایید کنن سند اسناد از اینا را. کسانی که در خارج تحصیل کردن، ما آنقدر مشکل جدی در مورد تحصیلات کاندید وزیران نمیبینیم. بله. و امیدوار هستم که دیگه مسائل هم به زودی حل شود و مرکز بیان به جهت گرفتن رای اعتماد به تالار تشریف بره. برمیگردیم به مسئله عدم موجودیت نامزد وزیر دفاع. طوری که شما گفتین تنش در بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه باعث از این شده که پست خالی بمانه، برداشت ولسی جرگه در قبال این تنش ها چیست؟ در حالی که سخنگوی رئیس جمهور ما در ابتدای برنامه داشتیم که اذعان کرد اختلاف وجود داشته و رفع شده و حال رئیس جمهور و رئیس اجرایه با هم همکاری میکنن. البته این ادعا از طرف افضل لودین بود که گفت استعفا میده به خاطر اینکه تنش احساس کرده.
و همچنین در تالار ولسی جرگه افغانستان هم کمپاینای وجود داشت که احتمال از این میرفت که افضل‌الرودین رای اعتماد نگیره از ولسی جرگه. اما این بار امیدوار هستم که این مشکل و این معضله رئیس جمهور و رئیس اجرایه درک کرده باشند که تقاضای پارلمان افغانستان، تقاضای ولسی جرگه افغانستان در قبال پست وزارت دفاع خیلی جدی است. هرچی زودتر شخص مناسبه معرفی کنن. چه کسای علیه لودین در ولسی جرگه مخالف از او بودن و فکر میکنین روی چه دلایل مخالفت داشتن با نامزد وزیری از او؟ من طوری که بیشتر گفتم یک انسان مثبت‌گرا هستم و میخوایم که کسایی که اهل کار هستن، توانمند هستن، در شرایط فعلی که ما به حاکمیت نیاز داریم باید کابینه افغانستان ساخته شد. اما در صحنه ولسی جرگه می دیدم که بین گروپ های مختلف، افراد مختلف بحث هایی می شد. نشانگر از این بود که روحیه آنچنان که در باره دیگه کاندید وزیرا مثبت است، 100% مثبت نبود. ممنون و تشکر از حضورتان در برنامه آقای زکریا و از اینکه جزئیات بیشتر در قبال روحیه ولسی جرگه. تشکر از شما که برای ما فرصت دادین. من خواهش میکنم.